بر شما با 180 ثانیه یه سه شنبه 20 خرداد ما همراه ما باشید. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران تخمین زده 140 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه 99 محقق نمی شود. قرار بود 125 هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی های مالی تامین شود. این یعنی بودجه امسال عملاً 46% کسری دارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است از زمانی که آمریکا از توافق برجام خارج شده دیگر نمیتواند با استناد به این توافق خواهان استفاده از مفاد آن شود. آمریکا 2 سال پیش از این توافق خارج شد و همه تحریم‌های رفع شده اتمی را دوباره علیه ایران برقرار کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید یک ایرانی به زودی به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل و افشای محل استقرار و تردد قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه اعدام میشود. این فرد محمود موسوی مجد معرفی شده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه توسط ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شده است. بر اساس تحقیقات دانشگاه هاروارد، تصاویر ماهواره‌ای از ترافیک مقابل بیمارستان‌های ووهان چین در ماه اوت گذشته ممکن است نشانگر این باشد که ویروس کرونا خیلی زودتر از زمانی که گفته شده در این منطقه شیوع یافته باشد. نشریه اسرائیلی جروزالم پست تایید کرد امروز سه‌شنبه با ارسال درخواستی مطبوعاتی به وزارت خارجه آلمان در مورد گزارش‌هایی مبنی بر اینکه غلامرضا منصوری قاضی ایرانی که ممکن است برای مداوا توسط سمیعی جراح مغز و اعصاب مشهور ایرانی در انستیتو بین‌المللی علوم اعصاب هانوفر در شهر هانوفر باشد سوال کرده است. علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید عربستان حتی اگر طی روزهای آینده اعلام کند برای پذیرش زائران مشکلی ندارد، آمادگی برای اعزام از ایران وجود دارد. عربستان سعودی به دلیل شیوع ویروس کرونا پذیرش زائر را متوقف کرده است. مرکز آمار اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه از افت 3.6% تولید ناخالص داخلی اعضای این اتحادیه در 3 ماهه اول سال جاری میلادی خبر داد. در میان اعضای اتحادیه اروپا تنها 4 کشور سوئد، بلغارستان، رومانی و ایرلند تا حدودی رشد اقتصادی مثبت داشتند و سایر کشورهای عضو رشد منفی را تجربه کردند.